در آستانه 40مین سالگرد حکومت آخوندها، هشتگ 40 سال دیکتاتوری یکی از فعالترین هشتگ هاست. توییتری ها یک بار دیگه از حکومتی گفتن که با دروغ و تزویر سر کار اومد و با دین فروشی جنایت کرد، اما بدون شک موندگار نیست. 40 سال دیکتاتوری و دروغ و تزویر و ریا، این حکومت کافی نیست؟ مردم ایران شما را نمیخواهند، آنها آزادی و رفاه میخواهند. 40 سال اعدام و کشتار، مردم ایران حق قانونی خودشان را میخواهند، نه چوبه دار. نتایج فاجعه بار 40 سال حاکمیت آخوندها، 40 سال سرکوب و غارت دروی سکه نظام ولایت فقیه، چرا که بدون سرکوب و اختناق و بدون تعرض به جان و مال و ناموس مردم، یک روز هم نمیتواند به حاکمیت ننگین خودش ادامه بدهد. 40 سال اعدام و شکنجه از افتخارات آخوند هاست. روحانی گفت 38 سال به جز اعدام و زندان کاری نکردند. مرگ بر اصل ولایت فقیه و کل نظام دزد و فاسد. قاضی همان دزد است. دولت دزده. قانون دزده. مجلس دزده. نماینده ها دزدند. 40 سال دیکتاتوری، کشتار و فریب برای قدرت اتمی. در 40 سال سرکوب، رژیم آخوندی 65 بار به خاطر نقض حقوق بشر توسط سازمان ملل محکوم شده است. هر دم از این باغ بری میرسد. هر روز گوشه ای از دستاوردهای ننگین جمهوری اسلامی هویدا می شود. بانوی هموطن محسنی که هر روز صبح در مغازه‌ها شروع به جمع کردن کارتون می کند تا مخارج زندگیش را تأمین کند. زباله‌ها سهم مردم از انقلاب 40 ساله. ای چشم های بیدار، به این تصویر نگاه کنید. شقاوت آخوندها را دیده، از مردم ایران که برای آزادی میهنشان می جنگند حمایت کرده و دفاع کنید و صدای آنها در همه جای دنیا باشید. آخوندها بر لبه پرتگاه سقوط هستند، هیچ راه گریزی ندارند. دیگه تمام ماجرا. رژیم آخوندی در هر صورت شکست خورده است و مردم ایران خواهان جایگزینی آن با شورای ملی مقاومت و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی هستند. بله، 40 سال مقاومت و پایداری در برابر سیل هجوم و ایلغار وحشیانه بنی خمینی به کیان ایران و ایرانی، 40 سال ایستادگی قهرمانانه مجاهدین در برابر ترور و وحشت و قتل عام آخوندهای داعشی. واسه خوشبختی و آرامش مردم ایران باید به 40 سال دیکتاتوری، 40 سال سرکوب حاکمیت آخوندی پایان داد و این حق مردم ایران است.